صبحتان بخیر. در ادامه برنامه با شما عزیزا هستیم. گزارش بسیار جالب از حفیظ جان بود که با هم دیدیم گوسفندای مختلف و گاو و گاومیش و در کل تمام مواشی بود که فروشنده هایش در اونجا بودن و به فروش می رساندن و گفتن که بیشتر مردم به خاطر از اینکه گوشت قاق بر خودشان آماده بسازن یا هم لاندی پلو بر خودشان آماده بسازن، گوشت لاندی را آماده می سازن قبل از قبل و هر زمان که خواستن می تونن که پخته بکنن و نوش جان بکنن و نوش جان هم عزیزایی که امروز به چاشتشان تصمیم دارن که همچو غذاهای خوشمزه تهیه بکنن. خب بیننده های عزیز، در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و مهمان ما همکار عزیز ما سیر جان احمدیار با ما هستند با تقدیم کردن یکی دیگر از قسمت های درس های رسامی که هفته گذشته وعده کرده بودند که در دست امروز صخره ها یا سنگ ها را بر ما شما آموزش میتن که چطور ما میتونیم سنگ های مختلف را در رسامی خود به کار ببریم و ترسیم بکنیم. سیر جان سلام، صبحت بخیر، بسیار خوش آمدی به برنامه. سلام رستم جان، خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستند. سلامت باشی، خوشحال هستیم از اینکه بازم خودت امروز در برنامه داریم. انشاءالله که بخیر رسیده باشی و آلودگی هوا زیاد اذیتت نکرده باشه. بله، با وجودی که آلودگی هوا بسیار زیاد است، خب ماسک اینا استفاده میکنیم که جلوگیری کنه. خب خب بسیار خب. کار بسیار عالی است که ما از ماسک استفاده بکنیم، به خصوص کسایی که یکمک دیگه در هوای آزاد یا باز بیشتر قرار میگیرن. خب سیر جان، در هفته گذشته گفتی که درس بعدی ما یا درس جدید ما در رابطه با سنگ هایی است که ما در طبیعت میبینیم. میشه از خودت معلومات بیشتر بشنویم؟ قسمی که قبلا ما گفتیم روی سنگ ها و صخره ها کار میکنیم که در طبیعت مثلا ما جدا جدا درخت ها رو کار کردیم، ما میخوایم روی سنگ ها را کار کنیم. در کنار درخت ها مثلا یک سنگ زمان قرار میگیره، بله. چگونه ما میتونیم استفاده کنیم؟ سنگ ها انواع مختلف داره، یعنی یک شکل یا فرم مشخص نمی داشته باشه سنگ. ما میتونیم هر فرم دلخواه ما برش بدیم، ولی باید همون فرم اصلی سنگ ها را ما باید مطالعه کنیم در نخست، ببینیم کدام فرم ها را داره، کدام شکل ها را داره، بعد ما میتونیم راحت خودمو ایجاد کنیم حتی سنگ های مختلف را. مثلا یک فرم مشخص کار نمی کنم، فقط همه قسم بسیار خب اشکال مختلف. بله دقیقا. سیر جان، باز سنگ ها را ما بیشتر خود ما که در طبیعت میبینیم، بهتر است از روی از اون ما یک تصویر را در ذهن خود داشته باشیم و روی ورق ترسیم بکنیم، یا ای که حتما باید توسط کتاب رسامی یا منبعی که ما داشته باشیم از روی از او بتانیم یاد بگیریم؟ در نخست ما باید مطالعه کنیم، در طبیعت بریم روی سنگ ها کار کنیم که کدام سنگ ها کدام فرم و شکل داره، بعد ما میتونیم از روی تصاویر و از روی کتاب ها هم کار کنیم، در نقاط سایه روشنش کمک بگیریم از تصاویر و از کتاب ها، و خود سنگ ها را که مطالعه کنیم در اوقات مختلفی بهتر و خوبتر میشه. ما میتونیم هر فرم دلخواه خود را در سنگ اول اسکیچ کنیم، بعد با سایه روشن را مشخص بسازیم. خیلی عالی. که کدام قسمت نور میگیره، کدام قسمت روشن میگیره، بعد بازم فرم سنگ مشخص میشه. بسیار خوب. مثل که در درس‌های گذشته هم خودت یادآوری کرده بودی که ما همیشه باید سمت روشنی یا سمت تابش اشعه خورشید مشخص بسازیم که از کدام سمت آفتاب میدرخشه و روشنی مندازه، که به او اساس ما نقاط تاریک و روشن رسم خود را مشخص بسازیم. و دسنگ ها هم امی طریق استفاده میشه. دقیقا، در هر شی و اجسام که ما کار میکنیم سایه روشن همون نقش عمده و بخصوص خود را داره که ما در کدام قسمت کار میکنیم، نور از کدام قسمت میتابه، کدام قسمت ها تاریک میشه، کدام قسمت ها روشن میشه، این بسیار زیاد مشخص است. خیلی عالی. خب دیگه این منظری که سیاه جان خودت امروز رسم میکنی، البته سنگ های مختلفه، اینجا دیگه ممکن یک جنگل باشه یا یک ساحه سرسبز باشه که جریان آب هم وجود داشته باشه و همچنین سنگ هایی را بیشتر ما میتونیم در چنین ساحات ببینیم. دقیقا همین قسم است. ما یک قسمت را از فضای طبیعت کار میکنیم که یک قسمتش که سنگ ها بیشتر وجود داره، چون ما مطالعه سنگ هاست امروز، بیشتر فوکس ما روی سنگ ها میباشه. بله سیار جان، سنگ ها هم انواع مختلف از لحاظ جسامت یا اندازهشان داره. بعض سنگ ها هست که یعنی جسامت کلانتر و بزرگتر دارن، بعض ها متوسط و بعض سنگ هایی هست که بسیار خرد خرد می باشه، به اصطلاح ما سنگ چل برش میگه.
کدام از این‌ها مشکل تر است رسم کردنش، سنگ‌های بزرگتر یا اینکه کوچکتر؟ مشکل هیچ کدامش نیست. ما باید اول اون فرم و شکلش از زمانی که مطالعه کنیم، ما میتونیم سنگ خرد و بزرگ هر کدامش را نظر به محیط و نظر به وضعیتش کار کنیم. ما در فضایی که کار میکنیم بازدید هنرمند بسیار زیاد مهم است که میتونه تا تغییر بیاره. مثلا نمیتونیم چند سنگ عین شکل عین اندازه پلوی هم کار کنیم، چون زیباییش را از دست میده. ما باید چندین اندازه سنگ را پلوی هم کنار هم قرار بدیم و کار کنیم تا زیبایی و شکل مقبولی خود را به خود بگیره. ما مثلا این سنگ هایی است که در مقابل یک درخت قرار داره، ما یک درخت هم در پهلوش کار میکنم. بسیار خوب، تو مقبول تر و طبیعی تر معلوم شد. طبیعی تر و زیباتر معلوم شد بیشتر. و رسم هم سیار جان به نظرم هر قدر که یک منظره طبیعی باشه و ما او را تصویر بکشیم یا ترسیم بکنیم و مو اندازه جذاب می باشه نسبت به اینکه ما یک منظره را ترسیم بکنیم که بیشتر تخیلی یا گرافیکی باشه. دقیقا، ما یک نوع طبیعت مثلا در سبک های هنر هم قسم است، یکی ریالیزم است و یکی رومانتیسیزم. در رومانتیسیزم که از کلا روی تخیلات می پیچیم، اما چیزهایی که در ذهن ما هست، خیالاتی که هست، ما بعض رسم ها را شاید شما دیده باشین که یک قایق است و یک بحر است، این بیشتر روی خیالات است و تخیلات است. ولیکن بیشتر ما در ریالیزم با روی طبیعت حقیقی و واقعی کار میکنیم که در طبیعت حقیقی چی وجود داره، کلن روی از او باز بیشتر کار میکنیم و ما باید در نخست کوشش کنیم که بیشتر روی طبیعت حقیقی کار کنیم، بعد بپیچیم روی رومانتیزم یا تخیلگرایی. بسیار زیبا. این حاله امو نمای سنگ ها هم بیشتر برجسته‌تر شد و خود زیباتر و قشنگتر نشان میتن. بله دقیقا، هر چقدر ما بیشتر رویش بپیچیم کار کنیم، شاخ و برگ‌هاش بیشتر کار کنیم، اما قدر سنگ ها هم زیبایی خود را میگیره و موالت طبیعی خود را به خود میگیره که معلوم میشه یک قسمت از جنگل است و یک قسمت. ما روزای قبل بیشتر روی درخت ها فوکس کردیم، امروز بیشتر روی سنگ ها. سنگ ها واقعا بسیار زیباتر شد. هر قدر که به اصطلاح پرداز میشه و نقاط تاریک و روشنش در نظر گرفته میشه، به مو اندازه خود بیشتر نشان میده و زیباییش هم زیادتر میشه. دقیقا، مثلا یک قسمت از درخت است، یک قسمت از جنگل است که کلا یک قسمت پایین درخت است که سنگ ها قرار داره. ما سنگ را اون فرمش کار کردیم که چگونه استفاده میشه. بله، ما میتونیم در پایین هم سنگ های خردتر و بعض گیاه ها و علف ها که میباشه در طبیعت. بله، ما میتونیم کار کنیم. مثلا یک فرم شکل سنگ بود، ما میتونم یک قسمت یک آلت دیگه سنگ ها را کار میکنیم. مثلا سنگ هایی است که بیشتر سیقل میشه از جریانات آب و یا یعنی در رطوبت قرار میداشته باشن. یکان سنگ ها را ما میبینیم وقتی که دریا در اونجا خشک میشه یا آبش کمتر میشه، اما تو پاک صفا ششتگی میباشه که یعنی نشان میده اینجا قبلا آب بوده جریانش و پس از او جریان آب کمتر شده یا حجم آب کم شده که بعض سنگ ها به او شکل خود نشان میده. و سیار جان، از تصویری که خودت هم در کنار دیگه صفحه رسم کردی معلوم دار است که فصل زمستان است، چون درخت دیگه برگ نداره، صرف ساقیش است و خودمو شاخه هایش که اصلا برگ به نظر نمی رسه. دقیقا، ما گفتیم ما نظر به مو شاخ و برهای درخت ما میتونیم فصل تعیین کنیم که کدام فصل از سال وجود داره. ما میتونیم با شاخ و برهای بیشتر فصل بهار نمایان بسازیم، با شاخه ها میتونیم فصل خزان را و همین قسم با بعض سفیدی ها که بیشتر ایجاد میکنیم برف را نشان بدیم که فصل زمستان است. بله سیار جان، بعض قسمت ها را ما میبینیم که به خصوص در مناطق کوهستانی که کلنگ سنگ است و اصلا مثلا درخت یا گیاه به نظر نمیرسه. ترسیم همچو منظره های و سنگ هایی که ما در کنار دامنه های کوه ها معمولا متوجه میشیم، او شکل خاص خود را داره یا او را هم ما میتونیم که مثل امی رسمایی که خودت امروز با بیننده شریک کردی ترسیم بکنیم؟ دو قسمت ما باید بیشتر روی سایه روشن ها فوکس کنیم و توجه کنیم، دقت کنیم،
چون در او قسمت بیشتر سایه روشن است که نمایان میسازه سنگ ها را. چون کلا سنگ است، در پهلوی کدام گیاه و درخت دیگه نمی باشه، یک سنگ پهلوی سنگ دیگه قرار میگیره و در او قسمت ما باید بیشتر روی امو فضای تاریک روشن توجه کنیم که یک سنگ را در کنار دیگه سنگ و زمان قرار میتیم، یکیش تاریک میباشه، دیگهش روشن، اونمو است که اون حجم و زیباییش به خود باز میگیره. بسیار خوب. حتما در درسای بعدی منظره های دیگر هم حتما ما یک منظره کوهستانی کار میکنیم که کلا روی سنگ ها باشه تا ما بتانیم یک سنگ را پهلوی یک سنگ دیگه قرار بدیم. بسیار ساده. بسیار خوب. این منظره هایی که خودت امروز رسم کردی سیار جان، منظره هایی است که بیشتر ما در یک جنگل میتونیم ببینیم، یا ساحه‌ای که سرسبز باشه و جریان آب باشه، بعضی سنگ ها هم قرار داشته باشه، در اون ساحات بیشتر دیدیم و وجود میداشته باشه. دقیقاً این قسمت هایی است که در جنگلات و در طبیعت بیشتر ما برمیخوریم و مشاهده میکنیم. خب قسمت دوم از تصویر ما هم کم کم تکمیل شده میره و هر قدر که تصویر بالاش زیاد کار میشه به مو اندازه خودش را مقبولتر نشان میده. ما بیشتر روی سبزه ها و سنگ هاش بیشتر کار میکنیم تا بیشتر زیباییش حفظ کنیم. این تصویر دیگر نزدیکتر است یار جان. من این درس خوبی آمیختیم. بله بله، نزدیکتر است این تصویر که بالاش به مو خاطر بیشتر کار میشه. چیز دورتر است. بسیار خوب. که در تمام تصاویر ما میتونیم اون قانون پرسپکتیو را قبلا گفته بودیم مراعات کنیم. این تصاویر باز که رنگه شوه طبعا که خیلی جذابتر معلوم میشه. دقیقا. در نخست ما باید با می یک پنسل یعنی با یک رنگ بتانیم تونها را بگیریم تا در رنگ ها باز بر ما کدام مشکل ایجاد نشه. بسیار. یعنی کل کار بر ما ساده میشه زمانی که ما با یک رنگ میتونیم سایه روشن را بگیریم، باز وقت رنگ بر ما خیلی ساده میشه. دقیقا. و سیار جان اگر ما بخوایم یک رسامی را که با پنسل ترسیم کردیم بله. از رنگی اوی ازش استفاده بکنیم و او را رنگ بکنیم، باز من فکر میکنم اوقدر نیاز ما نمیداشته باشیم که زیاد با پنسل نقاط تاریک و روشن یک رسم در نظر بگیریم، باید با رنگ آبی امو موضوعات در نظر گرفته بله. شود. در رنگ در آب رنگ هست ما در نخست فقط با پنسل یک اسکیج بسیار خیره و ساده میکنیم که مشخص شوم و جای هر قسمت هر جای را که رسم میکنیم مشخص کنیم، بعد کلن با آبرنگ ما مشخص میسازیم تونها و رنگ هایش تاریک روشن هایش با آبرنگ میگیریم و قانون آبرنگ هم می قسم هر کار که است قانون های مختلف داره. باز در آبرنگ ما سفیدی را از خود کاغذ میگیریم، رنگ سفید استفاده نمی کنیم، فقط تاریکی ها را از آبرنگ استفاده میکنیم و روش کار میکنیم. بسیار خوب. رسم ما هم تکمیل شد دیگه، درست؟ بله، ما فقط روی سنگ ها کار کردم امروز که در کنار یک درخت در طبیعت زمانی که سنگ ها قرار میگیره چگونه ما میتونیم از سنگ ها استفاده کنیم و کار کنیم. بسیار عالی سیار جان، و درس امروز هم مثل همیشه بسیار جالب بود شخصا بر خودم و من یاد گرفتم که ما چطور میتونیم یک سنگ را یا سنگ های مختلف را در یک طبیعت ترسیم بکنیم که در کنار او سنگ ها مثلا منظره های طبیعی و گیاه ها و درخت ها هم وجود داشته باشند. و این دو رسمه که خودت ترسیم کردی، یکیش سنگ های نسبتا بزرگتر استفاده شده و در سمت چپ تصویرم سنگ های نسبتا خرد و بزرگ و متوسط هر رقم و فصل هم فصل زمستان است و در او تصویر دیگر فصل تابستان است. دقیقاً در او فصل تابستان است. بسیار عالی. در رابطه به هفته آینده و درس جدیدی که با ما بیننده شریک می‌سازی میشه معلومات بدی سیار جان؟ هفته آینده کوشش می‌کنیم که ما یک طبیعت کار کنیم که هم سنگ‌ها شامل باشه، هم همون درخت‌هایی که قبلا کار کردیم شامل باشه، یعنی یک طبیعت کلا بسته می‌سازیم و تمام این متریال‌ها و موادی که قبلا جدا جدا کار کردیم روی یک طبیعت تمامش استفاده می‌کنیم، کار می‌کنیم. بسیار عالی سیار جان. پس هفته آینده هم منتظر خودت می‌باشیم در برنامه بخیر. بازم تشکر از حضور خودت و از اینکه وقتت را صرف کردی و مطلب بسیار جالب را بر ما بیننده عزیز شریک کردی. تشکر شما. وقت خوش برات بخیر. وقت خوش. از شما هم قلبا تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان صبح‌ها زندگی هستین.